با درود به خواهر مجاهدم شهید قهرمان زهره قائمی، قافل سالار کهکشان 52 شهید راه آزادی. جنایتکاران بزدلترین ها در تاریخ هند. بیچاره شبپرستان خامنه ای مالکی از پیکرهای شهدای قهرمان مجاهد خلق نیز وحشت دارند. شهدای سرفراز ما را مخفیانه و در محل نامعلوم دفن کردند تا آثار جرمشان را از بین ببرند و از چنگال عدالت فرار کنند. ننگ به این ذلت و بزدلی. ما آماده نبردیم، پس بجنگ تا بجنگیم. یک بار دیگر با زهره قهرمان و 51 مجاهد که در رکاب او به شهادت رسیدند پیمان میبندیم که استوار خلل ناپذیر بند از بند رژیم بگسلیم و به سوی قله آزادی به پیش برویم. از اینجا به مزدوران و مواجب گیران ولی فقیه هشدار میدهیم که سرنوشت آنها هم با اربابشان گره خورده و عنقریب به زبالدان تاریخ خواهند پیوست. درود بر همه آنها که با شهادت خود حیات نوینی در میان مردم ایران، در منطقه و در جامعه جهانی آفریدند و درس مقاومت و آزادی به همه دادند. با شهدای کهکشان اشرف و اشرفیان در زندان لیبرتی عهد می‌بندیم که پرچم هیهات من نزله را در دست گرفته و در دفاع از خواستهای آنان تا پای جان و همه چیز خود از کوتاه نیامده و تمامی توطئه های رژیم ولایت فقیه و مزدوران عراقی و حامیان بین المللیشان را خونسا خواهیم کرد. تحویل ندادن جسد شهید به مادر و خانواده اونها جنایت مضاعف در حق مادرها و خانواده شهید است که وجدان هر انسان آزاده را در جهان می آزارد. مادران و خانواده بزرگ شهدای مقاومت با الهام از فداکاری فرزندانشان و راه و رسم اون شهیدان را ادامه می دهند. وجود مادر ستار بهشتی و مادر رضایی ها و مقاومت صدایش انگیز هزاران مادر دیگر در داخل و خارج سرانجام ریش و ریشه آخوندها و حامیان آنها را خواهد سوزاند. دکتر لورنس ویلکنز، کشیش و استاد دانشگاه برلین، جنایت آشکار و مشترک رژیم آخوندی مالکی در دفن پنهانی 52 شهید قهرمان اشرفی در قتل عام اول سپتامبر 2014 را محکوم کرده و گفت: ما تلاش خود را ادامه می دهیم، به خصوص سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا را فرا می خوانم. ملل متحد به دلیل حقوق بین المللی و آمریکا کتباً قول حفاظت به ساکنان اشرف داده بودند و مسئول حفاظت از جان ساکنان لیبرتی هستند و آنها پناهندگان شناخته شده و افراد حفاظت شده طبق کنوانسیون 4 ژنو هستند. دکتر گرتا تولمان، سردبیر مجله زنان و فعال حقوق زنان نیز ضمن محکوم کردن جنایت دفن پنهانی 52 شهید قهرمان اشرفی گفت: ما اجازه نخواهیم داد این جنایت پوشانده شود. کارهایی که مالکی با اعمال وحشیانه علیه اشرفیان که به طور اعجاب‌آوری هر کدام یک گنجینه برای آزادی هستند انجام می‌دهد. من هم با شما هستم و از خانم مریم رجوی و همه زنانی که با شما و در میان شما و با ما با هم این جنگ را پیش می‌برند حمایت می‌کنم. قبل از هر چیز از صمیم قلب به هزار زن اشرفی در لیبرتی درود می‌فرستم و آرزو می‌کنم به زودی همه آنها آزاد شوند و گروگان‌ها آزاد شوند. انجمن ما در شهر فرانسبورگ تدفین مخفیانه اجساد شهدایمان را اکیداً محکوم می‌کند. جلادان و خائنان به منافع خلق با این کار جنایتشان را کامل کردند، ولی غافل از آن که انقلاب مریم انقلاب عشق و زایندگی است. هرقدر استعمار و ارتجاع
با زمین سازی خائنان و مزدبگیران توطئه کنند و از ما به خاک افکنند، ما زیاد می شویم. آنچه که مسلم است، مالکی و خامنه‌ای برای لاپوشانی کردن جنایت علیه بشریت در اشرف و در حراز از تبلیغات داخلی و بین المللی آن دست به این عمل شنیع زده است. این عمل ننجین و جنایتکارانه مالکی علارغم تسول باطل وی و اربابانش در تهران به وضوح نشان داد که مالکی مزدور برای از بین بردن رد پای جنایت علیه بشریت اقدام به نفع مخفیانه شهدا کرده است. 166 روز بعد از آن جنایت بزدلانه، مزدوران اعزامی خامنه‌ای مالکی و در سالگرد حماسه میهنی و عقیدتی 19 بهمن، درس فدای آن گردان سرفراز قلوب همه ایرانیان را در داخل و خارج میهن اشغالی فتح نمود و یک بار دیگر رمز بقا و جاودانگی مجاهدین خلق ایران را در برابر دشمن‌ترین دشمن مردم ایران را بر بام بلند آسمان به صدا در آورد. مجاهد شهیدم، قسم به خون پاکت، راحت ادامه دارد. بار دیگر شاهد جنایتی دیگر توسط مالکی سفله بودیم. این بار مالکی مثل اربابش خامنه‌ای جنایتکار و آخوندهای بیدین و شیاد با تدفین مخفیانه 52 شهید قتل عام ده شهریور فکر کردن میتوانند آثار این جنایت سبعانه را از دستهای خونین چکانشان پاک کنند، اما خون آنها فوران کرد و حالا در قیام مردم ایران از بختیاری های غیور گرفته تا زنان تحت ستم تا همه مردم دربند ایران زبانه می کشد. بیچاره شب پرستان از آنجا که خود در وحشت دائمی از سرنگونی به سر می برند، فکر می کنند که با این قبیل اعمال شنیع ما و مردم ایران این جنایت را فراموش می کنیم. هرگز. درود بر مهر تابان آزادی مردم ایران، رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی. سرفراز باد مقاومت قهرمانان مردم ایران و مجاهدین لیبرتی برای سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی. درود بر مسعود رجوی، نور چشم ملت ایران. خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست. پاسخ به جان جانان، به خلق و مهر تابان ایستاده ایم تا پایان. ننگ 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 بر این بند و بست. اشرفی هر جا که هست، اشرف جاوید و زنده. من از طرف انجمن جوانان دموکرات ایرانی در تورنتو خطاب به مالکی و ارباب زخم خورده اش خامنه ای میگویم شهیدان سرفراز اشرف تا به ابد در قلب تک تک ما و در قلب تمام جوانان ایران و همه آزادی خواهان جهان زنده اند. نه به شهادت رساندن آنها و نه تدفین مخفیانه آنها، نه تنها ذره‌ای در عزم ما برای به خاک سپردن تاریخی شما نمی‌خواهد، بلکه آن را صد چندان می‌کند.